دو سال آقامندی مردم کابل و لباس‌های سنتی افغانستان بیش از پیش افزایش یافته که این امر سبب شده تا مراکز طرح و تولید لباس‌های سنتی بیشتر شد. همکارم هدایت‌الله نوری درباره چگونگی تولید و عرضه لباس‌ها از یکی از این مراکز گزارش تهیه کرده که از همکارا تقاضا می‌کنیم یک جا ببینیم. اینجا یکی از معدود مراکز طرح و دیزاین لباس‌های سنتی در کابل است. محسن ثاقب که این مرکز را رهبری می‌کند می‌گوید که تمامی این لباس‌ها توسط زنان ساخته می‌شوند و او در کنار تجارت برای توانمندسازی زنان نیز کار می‌کنند. اضافه تر از 20-25 نفر می‌باشد و 80% خانم ها زیر دست ما کار می‌کنند و ما مرکز داریم که کارمندایی که اونا مستعد هستند و ضرورتمند هستند برای ما کار می‌کنند و یک تعداد کسایی هستند که اصلا اونا ضرورتمند هستند و این استعداد یا ندارن یا همو علاقمندی را که دارن میخوان چیز یاد بگیرن، ما امکانات برای از اونا میسر ساختیم که در مرکز ما بین برای از اونا همچو کارهایی که ما داریم برای از اونا یاد بگیریم. این مرکز از یک سال پیش با هزینه ابتدایی $15,000 ایجاد شد. اکنون هم مشتریانش افغانهای با درآمد بلند و یا هم خارجیانی هستند که فرمایشاتشان را از طریق صفحات اینترنتی ارسال میکنند. ما تانستم که از 5-6 نفر کارمند خود 25 نفر کارمند اضافه داشته باشم و تمام از اینا را من معاش داده میتونم انشالله و دیگه ای که مصارف دیگه خودم میتونم از این طریق پرداخت کنم و ما کرایه داریم، مصارف تکس داریم و تمام سیستم های مصارف که شما میفهمید بسیار در بزنس تجارت بسیار زیاد است. اینجا هم کارگاه این مرکز است. مهندس سادات یکی از خیاطان این مرکز است که میگوید از فراگیری طرح لباس های سنتی خرسند است و آینده این صنعت را امیدوار کننده میخواند. از خانه تا اینجا دوختش دیزاین و طرحهای نو اینجا هر روز نوآوری زیاد است و در خانه خیاطی میکردیم، خیاطی دستوزی زنانه ای مثلا از بعضی فامیلا و دوستا اینا. اینجا که از هر دوخت و هر دیزاین و طرح نو یاد میگیریم. و صابر اصغری نیز از دیزاینران این مرکز است که یک سال پیش کارش را آغاز کرد. او میگوید که از کار کردن در این مرکز تجارب خوبی را در زمینه ایجاد لباس‌های سنتی کسب کرده است. بسیار چیزای خوبی، بسیار کار خوبی را اینجا آموختم، یاد گرفتم. چیزایی که دوخته نمیتونستم یاد نداشتم اینجا یاد گرفتم. بسیار یک جای خوبی هست. از خانمایی که داخل خانه هستن میخواین کار کنن بیاین اینجا، چیزای خوبی را یاد میگیرن. در سالهای اخیر بیشتر زنان و دختران افغان علاقمند طرح و دیزاین لباسهای جدید شدند که با این کارشان لباسهای سنتی افغانی را با شیوه‌های جدید آن طراحی نموده و به مارکت عرضه می‌دارند. هدایت‌الله نوری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.